خب پابلیک هم شدیم، همه چی عالی. خوش اومدین دوستان، خیلی لطف کردین. اکثریت کلاس رو من دارم میبینم، همه حضور دارن، 31 نفر سر کلاس حضور دارن. این جلسه ترم جلسه 4 رو ما داریم، صحبت ذهن بی ذهنی. خب قبل از اینکه یه ارتباط 15 دقیقه بگیم که داشت شروع کنیم، از دوستان کسی گزارش داره از ارتباطی که تفیض شد جلسه قبل و دوستان ارتباط گرفتن، کسی گزارش خاصی داره بشنویم لذت ببریم؟ بفرمایید خانم شادانه. سلام استاد جان. درود بر شما، درود بر شما، بفرمایید. ممنون، مرسی. اولا که ارتباطی که داشتم خیلی خوب بود، یعنی خیلی حال خوبی به من داد و خیلی، یعنی او استرسی رو که همیشه از دیر کرد و زود رفتن و دیر اومدن داشتم خیلی کمتر کرد. ارتباط قونیه یک خیلی میگیرم و خیلی دوستش دارم، یعنی خیلی بیشتر از دفعات قبل میگیرم این ارتباطو و حال خیلی خوبی به من میده. و اگر اجازه بدید یه شعر داشتم، میخواستم اینو برای شروع کلاس با شعر شروع کنیم اگر اجازه بدید. بله بله، بفرمایید بفرمایید، چرا که نه. بله، با اجازه هم بگی. ترس آن نیست که عشقت به جنونم بکشد، بیم آن هست که از شعله اش عالم سوزد. مرگ پروانه به دور شرری خوشحالی است، من از آن حال گذر کردم و جانم سوزد. سر این عشق به مهتاب اگر گفته شود، سینه ار چاک نکرد یحتمل از غم سوزد. شرح بدحالی ما قلب تو را رام نکرد، جان به آتش بکشم بلکه تو را جان سوزد. غم بلبل زهر آواز هویدا باشد، تو زهر نغمه گذر کردی و شاعر سوزد. دفتر قصه ما پر ز غم هجر تو بود، من از این هجر گذر کردم و دفتر سوزد. عذر این عشق به قاضی بردم شب هنگام، حال ما هیچ در این بین چه قاضی سوزد. ممنون، مرسی. آه با، خیلی عالی، خیلی زیبا. ممنون، عالی بود، چقدر زیبا. من خیلی اتهام باشه ارتباط برقرار کردم، خیلی شعر زیبایی بود، عالی. بله، از صبح اصلا یه حالی، همین دقیقا مال امروز همین صبح و خیلی، یعنی خودم باش حال کردم و دیدم که باید برای همه بخونمش. خیلی قطعا نه تنها من حال کردم، فکر میکنم بقیه هم همین حس من رو داشتن، همه حال کردن. خیلی شعر زیبایی. ممنون، مرسی از کلاس خوبتون. احسن احسن، لذت بردیم، تشکر. دوستان دیگه گزارشی داشتن؟ خیلی گزارش زیبایی بود، خیلی لذت بردم. دوستان دیگه گزارشی دارن از هفته قبلی، از ارتباطی که داشتن؟ خیلی استاد جان. جانم بفرمایید. من دو سه جور برام یه ارتباط، یه مسائل باز شد. نمیدونم اصلا این ارتباط به این حلقه هایی که تو این دوره گرفتیم مربوط، یعنی به این میشه یا نه. ولی یکیش که یعنی دوتاش توی خواب و بیداری، یه شب که این خواب و بیداری برام اتفاق افتاد، یکیش هم که در ارتباط، یکی این بود که من بین خواب و بیداری مثلا یه صحنه هایی رو بهم نشون میدادن، بعد من یه جوری ولی تو خوابم هوشیار بودم، بعد یه ذره بیشتر هوشیارتر می شدم به طرف بیداری، بعد دوباره خودم خودخواسته می رفتم انگار تو خواب. بعد این صحنه رو خودم می تونستم دستکاری کنم، یعنی دوباره انگار که ویدیو رو برگردونین عقب، یه همچین حالتی برمی گردوندم عقب، قشنگ دوباره همون صحنه ها برام تکرار می شد. یعنی سه بار دقیقا بین خواب و بیداری
این اتفاق برام افتاد و هر دفعه مثلا یه سوژه نو می دیدم، بعد وقتی که هوشیارتر می شدم دوباره می رفتم تو خواب، مثلا اون قبلی رو می تونستم دوباره مثلا بزنم عقب، دوباره تکرار بشه برام. انگار که زمان تحت کنترل خودتون بود. هی مثلا بله. تایملاین زمان رو میدادین عقب، میدادین جلو، درسته؟ بله دقیقاً. دقیقاً. اینا میشه گفت گزارش های آگاهی های به همون حلقه جلسه قبله و احساس میکنین کنترل بیشتری روی زمان دارین و سینک شدین، به اصطلاح انگلیسی سینک شدین با زمان، یکسان با زمان شدین، یعنی براتون زمان نه دیر میگذره نه زود میگذره، یعنی داره یکسان میگذره. بله کاملا درست. یکی دیگه هم که اینم باز توی خواب، ولی توی خواب هوشیار بودم، اینم باز اتفاق افتاد، مسئله روح جمعی بود. یعنی انگار که اون تششعات شعوری که در روح جمعی تمام اجزای عالم به همدیگه تأثیر میذارن و آدم ها به همدیگه تأثیر میذارن، در کل اینو رویت کردم. یعنی یه حالتی بود که انگار یه فضای بسیار بیکران، بعد تو اون فضا انقدر این ذرات حرکتشون تند و سریع بود که مثلا اون حالت برام القا میشد که حرکت الکترون ها چجوری اینقدر سرعت داره، حتی این از اونم خیلی حرکتش تندتره و این ذرات رنگ بندی بود، یعنی یه سریشون نور بودن مثل ذرات نور، یه سریشون خاکستری بود، یه سریشون رنگ های خاصی داشت، میکس چند تا رنگ بود. ولی جالب بود که این به این سرعت اینا از لابلای همدیگه حرکت میکردن، ولی یکیشون به یکی دیگه نمیخورد و این رفت و برگشت رو من میدیدم. یعنی مخصوصا از دنیای خودمون که زمین باشه و این چجوری تمام این جمعمون به اضافه این اکوسیستم، همه اینا همین شکلی مثلا تأثیرات شعوری میرفت و برمیگشت، میرفت و برمیگشت. اینم باز توی خواب احساس میکردین جزئی از یک مجموعه خیلی بزرگترین و هی دارین حرکت کنین توی مجموعه بزرگتر. بله خیلی بزرگ بود و اینقدر زیاد بود این دقیقاً. آگاهی های جلسه چهارمون که امروزه براتون باز شده. بله اینم برام عجیب بود، گفتم ما نسبت به این، یعنی من فعلا حلقه نداریم تو این ترم، حالا یعنی نگرفتیم، بودم این چیه این آگاهی همین جلسه، آگاهی همین ذهن بی ذهنیه که ما این جلسه میخوایم صحبت کنیم، دقیقا براتون آگاهیش اومده. اوکی. بعد یکی هم این دیروز بود، پریروز بود که به قدری شکر وجودی، یعنی تمام وجودم رو پر کرده بود، یعنی یه حالتی که اصلا انگار یه سقف از سقف آسمون برای من بازتر شد، یه جوری فقط حقیقی گریه بود و شکرگزاری، یعنی اصلا هر ذره رو نگاه میکردم فقط شکر میکردم. اون گریه شوقه، اون گریه شوقه، اون گریه غم نیست، گریه شوقه. سه تا برام آره مصبت. گریه شوق هم گریه مثبته، اون از شوق و خوشحالیه. بعضی وقتا وقتی به شعف آدم میرسه یه همچین حسی بهش دست میده. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، ممنونم ازتون. بفرمایید خانم موحد. درود استاد جان، خدا قوت، شبتون خوش، روزتون خوش، زنده باشید، خدا قوت. استاد جان قونیه دو رو گرفتم و برام جالب بود چون من خیلی قبلا قونیه یکم مثلا به اون صورت برام چیز نبود، ولی در چند ثانیه، یعنی چند دقیقه حرکات، چون همراه دست پا هم حرکت میکرد و جالب بود، یا حالت ریتمیک به خودش میگرفت و چند دقیقه حرکت انگار که یک مدت طولانی نرمش یا ورزش یا اون حرکات، حتی معذرت میخوام، حرکات چی میگن، ورزش های شبیه زن رزمی، بله بله، انجام بدیم، دقیقا انگار که یه مدت طولانی اون حرکات انجام دیدی و تاثیر زیادی روی بدنم و ذهنم داشت. خب اون حالت شادابی،
آها همینو میخواستم بپرسم که حالت بله شادابی انرژی بله بودن. بله داد شادابی سرحالی بسیار زیاد و همپازی با زمان رو من گرفتم. توی کپسول ژله مانم بودم که خارج شد، ولی ژله یه حالت مایه ژله ای، ولی نور همراهش بود و یه چیز عجیبی بود که از اون من خارج شدم و دور منو گرفت، محوطه طول خیلی زیادی رو گرفت. من الان فقط همین یه قسمتش رو یادمه، اما یه شعری برای من در همفازی با زمان اومد، نمیدونم اگه فرصت هست بخونم، اگر نه بله بفرمایید. زنده باشین. صبر مستی آورد ما را چند، می و مستی و آرامش. ببخشید من اشتباه خوندم، دوباره میخونم. صبر آرامش آورد ما را چند، می و مستی و هستی ما را چند. تو مگو صبر کجا چند کشان، تو بگو این که گنهکاری چند. صنما وقت نمانده است بهی زود دریاب، صبر ایوب کند کار خود ای دل ایامی چند. عاشق وادیه عشق سراب من و توست، تو تمنا به نما شهر و شرابش همه چند. گفتگوییست میان من و دل باز شود، که دگر بار میان من و او صلحی چند. عشق ناگفته ندانم به که ماند، رؤیا رو روی یا همون ره روی، ببخشین این بر من رو روی اومد. ره روی زنز میان ما را چند، گل و بستان به یمن غزلش روی گشاد. گل و بستان چمنش و نگاری ما را چند. سخت در دل بنمودم که هویدا گردد، سنما بخت نما یار و دیاری ما را چند. طلب خیر استاد جان. بله ماشاءالله، عالی عالی، ماشاءالله عالی، خیلی لذت بردم. من این خروجی ها رو وقتی میبینم، من یادم خب سر کلاس آیه دکتر سوشیان بودم دیگه از اول تا آخرش، بعد سر کلاس ویدیوهای کلاس خود استاد طاهری هم، آقای طاهری هم نگاه میکردم. خب تو اونجا آگاهی زیاد بود. من سر کلاس آقای سوشیان خب کلاسه شدم، تو اون موقع تو تهران بودن 70-80 نفر بود، یعنی توی شهرک غرب 70-80 نفر سر کلاس ها بودن تو اون پارکینگ توی شهرک غرب. خب این ورم که کلاس آنلاین تو اسکایپ میذاشت 30 نفر، اینا 30 نفر 40 نفر آنلاین بودن. من همچه خروجی که این اشعار زیبا داره سروده میشه، آگاهی میاد، من سر کلاس سوشیان ندیدم. خودم اون زمانی که شاگردش بودم ندیدم و الان دارم میبینم، واقعا دارم لذت میبرم و واقعا زیباست. یعنی سمون بک شدم من از این اشعار زیبایی که براتون آگاهی اومده و این نشونه شعور ناب الهیه که چقدر زیبا همه دارن حسش میکنن و همه دارن لمسش میکنن. خیلی عالیه. بفرمایید دوست راستین عزیز، اسمتون رو نمیدونم، بفرمایید. سلام استاد. درود بر شما. درود بر شما. یکی در مورد همفازی با زمان اگه اجازه بدید بخونم. بله بله بفرمایید. من با زمان همفاز شدم، عقربه ها روی ساعت یک نشستند، هر روز شلیک توپ، من در بی فصلیم و هموار آغاز، بلبلان آواز میخوانند و من از پنجره برای تو دست تکان میدهم. تو لبخند میزنی و هستی بر لبانت گسترده میشود. اولین بوسه مرا به کجا خواهد برد؟ ممنون. به به، عالی عالی، عالی، واقعا لذت بردم. احسنت احسنت، شعرهای زیبایی که براتون آگاهی میاد، خستگی از تن آدم در میبره. آدم به قول انگلیسی ها میگن You made my day، روزمونو ساختیم. خیلی زیبا بود، احسنت، فوق‌العاده عالی بود. به چه کلاس پرباری، دم همتون گرم با این آگاهی زیباتون، با این آگاهی نابتون، دمتون واقعا گرم. بفرمایید خانم سما.
عرض ادب مجدد. درود من بر برام یه سلامت باشین، یه شعر کوچولی اومده بود، اینو گذاشته بودم بعد یکی از دوستان که حالا نویسنده هم هستن در ادامه یه شعر دیگه گذاشتن، با اجازهتون اونو میخونم. ما دل دادگان از جان گذشتگان، سوی تو سوی تو میدویم. بعد این بر من با آهنگ اومده بود، خیلی حس قشنگی داشتم. شعری که دوستمون گذاشتن، میدویم و میدویم تا جان دهیم، جان خود از بهر آن جانان دهیم. جان و جانانم یکی باشد همی، جان بی جانان نمی باشد همی. میشوم سوی جهان دیگری، زان که چشم دارد به من آن دیگری. و یه شعر دیگه هم بود که دوان دوان جامه دران، نه این نه آن، با من بمان. از این جهان گذر کنان، به آن جهان روان روان. و یکی دیگه هم این اومد که هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، که خب مال فکر کنم حضرت حافظ باشه. در ادامه برای من اومد ببخش و ببخش و که یار را خوش آید. مرسی ازتون، به 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 به، عالی عالی، حرفی ندارم. واقعا لذت بردم، دم همتون گرم، واقعا لذت بردم، خیلی عالی بود. من گفتم you made my day، یعنی روزمون رو ساختین با آگاهی زیبات. احسن احسن، حرفی ندارم بگم. بریم با این شعر شروع کنیم، کلاس و یه ارتباط بگیریم، یه شعر مرتبط با همین جلسه همونه. ممنونم ماریا خانم. شعر مرتبط با همین جلسه همونه، از به خدمتون، از دیوان شمس مولاناس که میگه روحی است بی نشان و ما غرق در نشانش، روحی است بی مکان و سر تا قدم مکانش. خواهی که تا بیایی یک لحظه ای مجویش، خواهی که تا بدانی یک لحظه ای مدانش. چون در نهانش جویی دوری ز آشکارش، چون آشکار جویی محجوبی از نهانش. چون ز آشکار و پنهان بیرون شدی به برهان، پاها دراز کن خوش می خسب در امانش. چون دو ز ره بمانی جانی روانه گردد، وانگه چه رحمت آید از جان و از روانش. و دقیقا چیزی که ما همیشه دنبالشیم، یه مقدار توی این جلسه بیشتر باش آشنا میشیم، چیزی بوده که همیشه دنبالش بودیم. خب بریم یه ارتباط بگیریم. من این اسلاید شو رو من بذارم برای ارتباط، باز من دوباره بکنم درگیر این اسکرین کردن این بشم، یه لحظه اسکرینش میتونم بکنم. اوکی، بکنم الان درست شد. خب بریم تو ارتباط، کلاسمون رو شروع بکنیم. بریم تو ارتباط.
خب خسته نباشین. خب خسته نباشین. عالی، بریم کلاس رو شروع بکنیم. خب امروز جلسه چهارمه و ما در مورد ارتباط ذهن بی ذهنی میخوایم صحبت بکنیم که حالا از یک مبحثی شروع میکنیم تا برسیم به مبحث ذهن بی ذهنی. شعری که بالا خوندم یعنی روحیست بی نشان و ما غرق در نشانش، روحیست بی مکان و سر تا قدم مکانش. منظور این شعر اینه که خب خیلی وقتا ما دنبال یه چیزایی میگردیم که هیچ وقت نمیتونیم پیداش بکنیم و دنبالشیم میگردیم ولی نمیتونیم پیداش کنیم. مثل این سایه میمونه، مثلا زیر خورشید که راه میریم تا بر میگردیم سایه هم میره اونور، تا میریم اینور سایه میره اونور، نمیتونیم سایه رو یه جا گیرش بندازیم، همیشه هم با همونه. این دقیقا همون مبحث خودشناسی و خودشناسیه که مثل بچه ها که اول وقتی کودک رو میخوام بهش خدا رو بفهمونن فکر میکنه که مثلا خدای آسمونه یا خدای درونه. درود بر شما نیستن عزیز. خدای آسمون یا خدای درون یا خدای بیرون، این سوال مطرح میشه که خب این معنی داره که مثلا میگن خدای آسمان، خدای زمین. مگه ما مثلا خدا رو اینجوری میشناسی که خدا مثلا تو آسمونه فقط، یا مثلا دعا میکنیم دیدین دست رو میاریم بالا، بالا رو نگاه میکنیم، دنبال خدا بالا میگردیم. و من خیلی وقتا دیدم، آره تو ترم 8 باز با این بحث بیشتر آشنا میشین، خیلی وقتا دیدم مثلا خیلی ها نماز میخونن تو قسمت ربنا گفتن بالا رو نگاه میکنه، بعد جالبه سنی نماز میخونه پایین رو داره نگاه میکنه. میبینی خیلی وقتا ما خودمونم گیج میشیم که خدا کجاست، چرا ما میگیم خدای آسمون و بالا رو نگاه میکنیم و سهم میگیم حالا ایشالله که خدا کمکش کنه، یه نگاه بالا میزه انگار خدا بسن بالا سر ماست، ما از بالا داریم نگاهش میکنیم که حالا ایشالله خدا کمکش کنه. مثلا خیلی وقت دیدیم تو اطرافتون مثلا یه اتفاقی میفته برمیگم خدای کمکش کن، بالا رو نگاه میکنی خدا کمکش کن. همیشه ما فکر میکنیم تو وقتی بچه بودیم تو ذهن ما گذاشتن که میخوای مثلا با خدا صحبت کنی باید بالا رو نگاه کنی، یا دست رو به سمت بالا بگیری، یا از خدا از بالا طلب مغفرت کنی، از بالا طلب نعمت کنی، یا همش فکر میکردیم خدا بالاه. اما واقعا این درسته؟ یعنی خدا بالاست یا جای دیگه است، یا پایینه، یا مثلا تو دریاست؟ این یه ذهنیت اشتباهی بود که برای ما تو الان جا افتاده، برای خیلی جا افتاده که همش فکر میکنیم اوکی خدا مثلا آره بالاست، بالا رو نگاه کنیم دنبال خدا بگردیم، یا دنبال تو آسمونا دنبال خدا بگردیم. یه خدایی درست کردیم که زاده ذهن خودمونه این خدا و تو زمین ازش استفاده میکنیم و این خدای زاده ذهن ما تو آسمون هاست. یعنی همیشه تو آسمون دنبالش میگردیم. چرا؟ چون میدونیم وسعت داره ها، ولی تعریف درستی نمیتونیم ازش داشته باشیم که این وسعته که میگیم وسعت داره یعنی چیه. چون آسمون وسعت داره ما مثلا به نمایندگی از خدا فکر کنیم خدا تو آسمونه، چون وسعت داره خیلی وسیعه، فکر کنیم خدا تو آسمون، خدا رو بالا رو نگاه میکنیم. در صورتی که چرا وقتی میرین جلوی اقیانوس وامیستین به دریا، میرین مثلا جلوی ساحل یه اقیانوس رو جلوتون دارین میبینین، چرا فکر نمیکنه خدا تو اقیانوسه؟ خب اونم وسعت داره دیگه، اونم خیلی بزرگه دیگه، نگاه میکنه تا ته، نه جزیره میبینی نه خشکی میبینی، اونم وسعت، اونم این آسمون همینجوری داره میره، چرا ما اونجا رو فکر نمیکنیم؟ خدا شاید اینجا باشه، شاید الان اونجا نباشه، هر جا که وسعت داشته باشه ما فکر کنیم خدا مثلا اونجاست. یه ذهنیتی بوده که اکثرا توی مکاتب شرقی هم
مطرح بوده که اونا باور داشتن که آره خدا درون توه. باز اینجا دوباره وقتی درون صحبت درون میکنیم باز یه تضادش پیدا میشه دیگه، بیرون در میاد دیگه. وقتی میگه خدا درون آدم هاست، یعنی بیرون آدم ها نیستش، این سوال پیش میاد. وقتی جا براش مشخص میکنیم میگیم خیلی خب، حالا تو حالا تو مکاتب سری آسیای شرقی میگن که خب خدا درون آدم هاست. خب یعنی وقتی درون پیش میاد باز بحث بیرون هم پیش میاد دیگه. بعد وقتی میگیم خب فقط درونه یعنی بیرون نیست، یا برعکس خدای بیرون یعنی درون ما خدا نیست. پس همین آیه میاد فعینمو تولو فسم وجه الله. داستان اینجاست که خدا تو تمام کائناته، به خود خدا هم تو قرآن میگه که ما از رگ گردن به شما نزدیکترین. این نشون میده بحث درون و بیرون و دریا و زمین و بالا نیست، همه جاست. خودش هم تو قرآن میگه، میگه ما از رگ گردن به شما نزدیکتر، یعنی ببین چقدر نزدیکیم بهت. صدا نداریم؟ خانم سعادت صدا نداریم؟ مستشن صدا هست اونجا. آها. صدا هست. خب خانم سعادت احتمالا شما اسپیکرتون مشکل پیدا، یه بار قطع بکنین دوباره وصل بکنین، اگه دیدین بازم صدا ندارین یه بار از اتاق بریم بیرون دوباره وارد اتاق بشین، احتمالا مال هم مشکل همینه. و همونطور که خود خدا میگه، بس با این وجود یه تعریف، این چارچوب ذهنیمون به هم میریزه دیگه. یه تعریفی که داشتیم این چارچوب دیگه باید به هم بریزه، چون چارچوبی بود از ذهن ما از بچگی هک شده تو ناخودآگاه ما که باره خدا مثلا درونه یا بیرونه یا بالاست یا پایینه. و ما یه شعری داریم اینجا که توی دیوان اشعار عراقی هم اومده، توی اوهدین کرمانی هم اومده و از روایت مولانا که میگه ای زندگی تو توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنم همه من، من نیست شدم در تو از آنم همه تو. یعنی که اصلا ما شدیداً ترکیب شدیم باهاش، اصلا جزی از وجودشیم و اون یه قطره ای ازشیم. وقتی که جزی از وجودشیم، جز همه چیزشیم، بیا خود دیگه نمیتونیم که تعریف کنیم براش، چه تعریفی بیاییم بکنیم؟ یعنی تعریفی دیگه نیمونه، میخواییم ما تعریف بکنیم که خب بالاست یا پایینه. یه تا کار تو از ساقیا دفع دویی، بیا بیا ده به کفم یگانه ای، تفرقه را یگانه کن. شش جهت است این وطن، قبله در او یکی مجوی، بی وطنی است قبلگه، در عدم آشیانه کن. بس دیگه ما جهتی نمیتونیم واسش تعیین بکنیم که مثلا خدا بالاست یا خدا پایینه، یا خدا این وره قبله ما اون وره. بس یواش یواش یه مقدار مفهوم قبله هم به هم میریزه، میگه مفهوم قبله این وره، مفهوم قبله اون وره. حالا ما با مذاهب کاری نداریم، تو مذاهب تعریف خاص خودشون دارن، ولی اینجا از نظر ما دیگه بس مفهوم قبله هم به هم میریزه. نمیتونیم بگیم بس خدا اون جهته، ما با اون جهت باید دعا کنیم، خدا این جهته، ما باید به این جهت دعا کنیم. خدا مثلا کج وامیستی، باید زاویت رو صاف کنیم مثلا. دیگه اینا دیگه به هم میریزه این چارچوب. وقتی اینو میفهمیم، به این درک میرسیم که بس همه جا هست، خودش داره میگه از رگ گردن بهتون نزدیکترین. کار تو از ساقی و دفع دوی، بیا بیا ده به کفم یگانه ای، تفرقه را یگانه کن. شش جهت هست این وطن، قبله در او یکی مجوی، بی وطنیست قبله گه، در عدم آشیانه کن. بس یعنی همه جاست، یه جهت هم نیستش. از طرفی حالا این قضیه رو ما حل میکنیم، تازه سوال دیگه برامون ایجاد میشه که خب رو چه اسمی بذاریم؟ یکی یه جا میگه الله، یه جا میگه گاد، یه جا میگه خدا. یعنی وقتی بخوایم اسم بذاریم، بعد اون وقت اسمای دیگه زیر سوال میره. یعنی بس یعنی اونا نیست؟ این اسمای بقیه چیزای دیگه نیست؟ یعنی فقط این اسم است؟
یعنی فقط اللهه، بس یعنی بقیه میگن گاد و خدا، اونم نیست. ببینید اون وقت این زیر سوال میره، یه جور تیکه تیکه کردنه تعریف خداست. یعنی یه، چون وقتی میخوایم یه چیز رو بگیم بعد اون یکی ها میمونه دیگه، بعد اگه بخوایم اون یکی ها رو بگیم قطعا این وسط یه چیزی میس میشه، یه چیزی کم میشه. پس نمیشه یه تعریف رو گذاشت واسش. پس ما هر اسمی بذاریم تیکه تیکه کردنه در واقع. این تیکه تیکه کردن باید از بین بره. ما خدای حقیقی یک پارچه است، یعنی رب سماوات و الارض، یک سماوات و الارض، یعنی کامل یک پارچه است. ما نمیتونیم تیکه تیکش بکنیم حتی برای اسم بردنش. و چون با این تیکه تیکه کردن ما داریم تجلیات خدا رو زیر سوال میبریم به خاطر چارچوبای ذهنی خودمون. و چون این میتونم چارچوب هم درکش درست باشه، تو چارچوب ذهنی هم میایم یه اسم میذاریم براش و با اون اسم باز میایم تجلیاتش رو تکه تکه میکنیم، یعنی به قول معروف پارچه پارچه میکنیم. این تکه تکه کردن تجلیات همون مفهوم شرکه، همون شرکی که ما تعریف میکنیم، همون مفهوم شرک، همون تکه تکه کردن تجلیاته. خب این همون شرکه که میگن شرک شرک. پس از اون ورم سیر آفاق و سیر انفس بی‌معنی میشه، معنی دیگه نداره. سیر آفاق و سیر انفس وقتی که یک کالبد هست به وسعت همه هستی، به وجود همه هستی، اون وقت انفس کجا میره، آفاق کجا میره؟ پس بازم همون شروع تکه تکه کردنه. مثلا یه مثالی بخوایم بزنیم، یه قطره آب، یه دونه مولکول H2O رو بخوایم در نظر بگیریم تو یک اقیانوس به چه بزرگی. حالا فکر کنه که این مولکول آب بیاد روی اقیانوس، حالا بیاد فریاد بزنه که خب آب کجاست، اقیانوس کجاست، دنبال چی میگردی؟ وسط اقیانوسی خودت، جزی از آبی خودت. بعد حالا این مولکول بیاد بگه خب بس آب کو، اقیانوس کو؟ کو نداری، خودت جز بشی، خودت جزوی از اون اقیانوسه ای، جز از اون آبه ای، دنبال چی میگردی؟ دنبال یه چیزی میگردی که خودت جزوی از همون چیز گم شده ای. خیلی وقتا این حس بهتون دست میده، دنبال چیزی تو زندگیتون میگردین، بعد آخر سر میگی بابا من همون جزء اون چیز گم شده ام، تازه داری خودتو پیدا میکنی. یعنی اینجاست همون بحث خودشناسی، خداشناسی همینه، که ما خیلی وقتا دنبال یه چیزی میگردیم که احساس میکنیم گم شده، اما نمیدونیم گم نشده، ما جزی از اونیم، فقط درک اینو نداریم که اونو درکش بکنیم. یعنی تازه به اون درکه نرسیدیم که اینو درک بکنیم که ما جزی از اونیم، گمش نکردیم، یه جوری درش قوطه‌ور شدیم، در اون چیزی که همش فکر میکنیم گم کردیم دنبالش میگردیم قوطه‌ور شدیم. باید این ادغام بشه، اینا جدا از همدیگه نیستش. من با اون چیزی که دنبالش میگردم جدا نیستم، من درون اون چیزم، قوتورم درونش، مثل یه قطره توی دریا قوتورم درونش. و این بحث همون ادغام شدنه، که ما ادغام شدیم باهاش، نمیتونیم جدا بکنیم، به خاطر همین یه اسم نمیشه گذاشتش. و همش هم این آبه مولکولاش توه، همش هم دائما دنبال پیدا کردن اقیانوسه که مثلا یه جوابی پیدا کنه. این سوال همیشه برای خود ما هم بوده که حالا خدا کجاست، و یا به اشتباه خدا رو بخوایم صدا بزنیم، کیو صدا بزنیم، در صورتی که ما غرق اون خدا هستیم، هیچ تفکیکی وجود نداره. یعنی همونطور که تفکیکی بین اون مولکول آب H2O وسط اقیانوس با خود آب وجود نداره، هیچ تفکیکی هم بین ما با صدا زدن خدا وجود نداره. صدا زدن اون مولکول آب وسط اقیانوس عین ما میمونه که توی زندگیمون در به در دنبال خدا میگردیم، میگیم خدا کجاست، بعد صداش هم میزنیم کجاست، جواب همونیه که اون مولکول آب میگیره که بابا تو وسط اقیانوسی، دنبالت که آبی میگردی. ما هم دقیقا همونیم، تو وسط چیزی، وسط خدایی، با خدایی، یکی،
تفکیکی بین خالق و مخلوق وجود نداره. هیچ تفکیکی توش نیست که ما بخوایم حالا جدا بکنیم اینو، میگیم که خب خدا یه قسمت دیگه است، ما اونو صدا بزنیم. ای زندگی تن و توانم همه تو، جان و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من، من نیست شدم در تو از آنم همه تو. به جزی از اونیم. خود مولانا هم که این شعر رو میگه توی بیت دومش، تو هستی من شدی از آنی همه من، من نیست شدم در تو از آنم همه تو. همینجا داره به بحث درک وحدت هستی، وحدت وجودی داره پی میبره که هیچ وقت خالق از مخلوق جدا نمیشه، یعنی منفک نمیشه، همیشه یکیه. از دیدگاه عرفان خالق و مخلوق از یکدیگر جدا نیستند، بلکه درون هم ادغام شده و قوتورن. این اسبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح تو زبان عربی هم معنی قوتور شدن و شناور شدنه. ما در اون شناور شدیم، قوتور شدیم. این چیزی قابل تفکیک نیست که ما خواهیم تفکیک بکنیم، خواهیم بگیم خدا جداست. مثلا بعضی وقت، خیلی وقت تو زندگی صدا ای خدا تو کجای این چه وضع زن، تا به یه سختی میخوریم، تا به یه چالشی روی زمین میخوریم، ای خدا تو کجای، اصلا نیستی. این میمونه که قطره وسط دریا صدا بزنه ای اقیانوس تو کجایی، من دنبالت میگردم. مفهومی نداره. نور از خورشید تابیده شده نمیشه تفکیک کرد. یه جوری تازه میشه گفت هم جزی از خورشیده هم جزی از خورشید نیست، به خاطر اینکه خب خورشید اونجاست، خب نوره اینجاست دیگه، اثرش رو داریم اینجا میبینیم. بس هم میتونیم بگیم جزی از اونه، هم میتونیم بگیم جزئی از اون نیست اصلا. یعنی تعریفش مقدار، مفهومش، ما میخوایم با یه درک بالاتری آشنا بشیم که بتونیم اینو بفهمیم که مثلا همین نوره هم میتونیم بگیم جزئی از خورشیده، هم میتونیم بگیم جزئی از خورشید نیست، به خاطر اینکه نه اونجا تو خورشیده که بگیم اونجاست، نه اینکه این وره بس میگیم خب بس ربطی به اون نداره دیگه، خورشید اونجا، نورش اینجاست. اون بحث تجلیاتشه، تجلیات خورشید میشه نورش. ما هم همه جز تجلیاتی از خداوندیم، جز خالقیم. همه چی، یعنی هممون جز همین خالقه ایم، جز همین. تو خود قرآن میگه من از روح خودم دمیدم تو همه چیز، جز اونیم. نمیتونیم نه ازش جدا بشیم، نمیتونیم بگیم جز بشیم، چون نمیتونیم درکش کنیم دیگه که کجاست و اینا، ما الان جز بشیم. نه میتونیم بگیم جز نیستیم، یعنی نه اینه نه اونه. این یه مقدار درکش واسه ما سخت میکنه. عبرت ناینی میگه، میگه چون نور که از مهر جدا هست جدا نیست، عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست، ما پرتو و حقیم و نه اوییم و هم اوییم. چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست، هر جانگری جلوگه شاهد غیبی است، او را نتوان گفت هست کجا هست و کجا نیست. در آینه ببینن اگر صورت خود را، آن صورت آینه شما هست و شما نیست. این نیستی هست نما را به حقیقت، در دیده ما و تو بقا هست و بقا نیست. جان فلکی را چو رهید از تن خاکی، گویند گروهی که فنا هست و فنا نیست. هر حکم که او خواست براند بر سر ما، ما را گر از آن حکم رضا هست و رضا نیست. ما همه چیمون جز به اونه، اصلا بود و نبودمون، وجودمون، مهرمون، این که تو آینه بخوایم ببینیم دیگه. در آینه ببینن اگر صورت خود را، آن صورت آینه شما هست و شما نیست. نه هستیم و نه نیستیم،
نمیتونی بگیم جزوش هستیم، نمیتونی بگیم جزوش نیستیم، به خاطر از هر طرف میتونیم نقضش بکنیم، هم هستیم و هم نیستیم. پس دیگه صدا کردن اون بیمعنی میشه دیگه، ما اینجا دیگه معنی نداره بخوایم اسم بذاریم، چون هم هست هم نیست، نمیتونیم دیگه اینجا صدا بزنیم، چون با صدا کردن این دوتا عنصر از هم دیگه جدا میشه. مصداق صدا نکردن هم. صدا نکردن هم میشه، باز همون صدا کردن هم باز باش مشکل داریم، چون باز دوباره میشه صدا کردن و صدا نکردن. مولانا میگه خواهی که تا بیایی یک لحظه ای مجویش، دنبالش اگه میخوای بفهمی درکش کنی دنبالش نگرد، به خاطر که تو وسطش قرار گرفتی نمیتونی دنبالش بگی. دنبال چی میگردی؟ انگار که تو خونت نشستی الان دنبال خونت میگردی، وسط خونت نشستی دنبال چی میگردی؟ کاملا وسط خونتی، انگار میگم تو خونت دنبال خونت میگردی، وسط خونتی. جلسه قبلی ما یه مقدار راجع به کفر صحبت کردیم، مثل مطالب راجع به کفر، حالا تو این جلسه یه مقدار بیشتر راجع به شرک صحبت میکنیم. عملا همین شرک میشه تکه کردن تجلیات خدا، یعنی همین اسم گذاشتن، مثلا میگه خدای زمین، خدای آسمان، خدای درون، خدای بیرون، این رسما شرکه. یا اینکه بخوام بگیم خدای اینور، خدای اونور، جهت بذاریم واسش. جهان انسان شد و انسان جهانی، از این پاکیزه تر نبود کلامی، هیچ اسمی نمیتونیم واسش بذاریم. یه آفاق و انفس وجود داره، بخوایم اون استفاده بکنیم همون رسما هم مشرک میشیم، به خاطر اینکه تیکه تیکه کردن تجلیات خود خدا میشه، چون نمیتونیم تفکیکش کنیم که خدای بیرون یا خدای درون کجاست، آفاق کجاست، انفس. حالا تو دوره دو با این تعریف که خدا و خدای وسیله و خدای هدف ما بیشتر آشنا شدیم که اینا همه ساخت و پرداخته ذهن ماست و خدای حقیقی نیست. حالا تو این دوره تو ترم 6 با تعریفای تکه تکه کردن خدای تکه تکه یا خدای یک پارچه روبرو میشیم، داریم یاد میگیریم که این خدای تیکه تیکه شده ای که ما همش تعریف کردیم و یواش یواش صدا بزنیم، بفهمیم که این خدای حقیقی نیست و ساخته ذهن ماست که داریم روش اسم میذاریم، در حقیقت خدای یک پارچه است، خدای یک دسته و هیچ جایی نمیتونیم دنبالش بگردیم که بگیم اینجاست یا اونجاست، جز هستی و نیستی نمیدانی تو، با نیست از این دو قسم شب خوش بادت. جز هیچ کدوم نیست، یعنی نمیتونیم صدا بزنیم تفکیک کنیم، صدا بزنیم بگیم خدای اینور خدای اونور، یا بخوام تجلیاتش حتی دونه دونه صدا بزنیم، بس نمیتونیم بگیم هست، نمیتونیم بگیم نیست، چون در این حال هم هست هم نیست. ما وقتی بگیم هست دقیقا روبروی نیست بوده واستادیم، در صورتی که نیست نیست دیگه، نمیبینی دیگه. وقتی هم میگیم نیست دقیقا روبروی هسته واستادیم، بابا هست، این همه تجلیاتش داریم میبینیم، بس هست. بس نمیتونیم بگیم نیست، نمیتونیم بگیم هست، نمیتونیم صدا بزنیم، نمیتونیم صدا نزنیم. ما یواشش داریم با این بحث آشنا میشیم، بس فقط از طریق تجلیاتش ما به دنبال اونیم، تا از طریق تجلیاتش بتونیم بفهمیم. چون اگه بگیم حتی بگم در نهانه، در صورتی در نهان نیست و بازم اشتباه کردیم. حالا از این به بعد توی دوره 6 ما سعی میکنیم تصور رو اصلاح کنیم دیگه، یعنی اگه هنوز این تصور رو داشته باشین تو درک مطالب بعدی و ترمای بعدی به مشکل میخورین، یعنی باید اینو به این درک برسیم که خدا هم هست هم نیست و ما فقط از تجلیاتش میتونیم درک به وجودش ببریم، و بعد تازه از اون بدتر این که تازه باید بفهمیم که بابا ما اصلا درونشیم، بیرونش نیستیم و جهتی همون نداره که بخوایم بگیم این جهت اون جهت، و بعد این قضیه رو اصلاح بکنیم که دیگه
به سمت بالا دعا بکنیم و به سمت پایین و چپ و راست، و هر وقت اسم خدا میاد ناخودآگاه بالا رو نگاه بکنیم. این یواشاش باید اصلاح بشه، چون این اصلاح نشه هنوز برای خدا جهت یا اسم میخوایم تعیین بکنیم، جلوتر به مشکل برمیخوریم. یه سری صدایی در برابر ذهنمون قرار میگیره که همون چارچوب ذهنی ما رو درست میکنه. اینجاست که حلقه ذهن بی ذهنی که از حلقه رحمانیت هست به کمک ما میاد تا این چارچوبه رو بشکنه، تا این چارچوبه رو بتونه اصلاح بکنه، تا این یواش یواش گوشه این حقیقتر ببینیم. هرچی تا الان میدیدیم واقعیت بوده، یواش یواش بتونیم این گوشه این حقیقتر ببینیم. با این حلقه به اون درک به نام بی نام او میرسیم. اینجاست که میفهمیم هیچ اسمی نداره. اینجاست که میگیم به قول خود آقای طاهری به نام بی نام او، چون اسم دیگه نمیتونیم بذاریم واسش، چون هر اسمی بذاریم اون وقت اسمای دیگه زیر سوال میره. هر صفتی بذاریم، اصلا خود صفت، صفتی که به درک این برسیم، صفت بی صفتی، یعنی این خدا صفتی رو بر روش بذاریم که هیچ صفتی رو نشه توش تعریف کردش. اونجا میگه صفت بی صفتی یا ذهن بی ذهنی، ذهن خودش ولی بی ذهنه، یک ذهن بی ذهنیه، مثل همین صفت بی صفتی یا به نام بی نام، اون نامی که نام نداره. همین نام نداشتن خودش یه نامه. تو این ارتباط ترم 6، تو این ارتباط ذهن بی ذهنی، ما یاد میگیریم بیشتر با مفهوم شاهد بودن میرسیم تا بتونیم بیشتر شاهد باشیم. با واژه یا شاهد بودن بیشتر آشنا میشیم. اینجا همیشه هم با این سوال مواجه میشدیم که از خودمون پرسیم نظاره‌گر بودن یعنی چی؟ یعنی چی کار باید بکنیم؟ این که میگیم نظاره‌گر باش، شاهد باش، چی کار باید بکنیم؟ توی ذهن بی ذهنی بیشتر به این درک میرسیم که شاهد باشیم، و این مفهوم شاهد بودن جز همه چیزه. اینه مثلا یه مثالی که ما موقع یاد گرفتیم، بحث مثال شکارچیه. یه لحظه سب بکنیم. مثال مثل شکارچی میمونه که قصد رفتن به شکار رو داره، شب قبلش انقدر اشتیاق داره که حتی خوابش نمیره، یعنی اما اشتیاق، و به قول معروف پول رایج دنیای عرفانه، یعنی هر چقدر ما بیشتر درآمدزایی بکنیم این اشتیاق بیشتر پیدا میکنیم دنیای عرفان، اشتیاق بیشتر همون درآمد بیشتر دنیای عرفان. حالا فکر کنید شکارچی که تمام شب شوق و ذوق رفتن به شکار رو داره، اشتیاقی داره برای شکار، حتی داره برنامه‌ریزی هم میکنه مثلا آهوه رو چجوری بزنه، نمیدونم گرازه رو چجوری بزنه، چجوری بگیرم، اینا چجوری شکار کنم. وقتی شکارچیه به شکارگاه میرسه، خبر دیگه از اشتیاقه نیست، تموم شد، دیگه اشتیاقی نیست برای زدن، یعنی اون اشتیاق واسه شب قبل بود که هنوز تو شکارگاه نرفته، تو اون محل نرفته، وقتی رسیدش اونجا دیگه تموم شد، هیچ اشتیاق نمونه، به خاطر اینکه همین با دیدن و محو شدنش تمام شکارها رو فراری میده. یعنی اصلا دیگه تو اون فازی نیست که الان اینو من آهوها رو بزنم، اونو بزنم. اون شوق و ذوقی که داشته شب قبلش یه گله رو شکار کرده، اما وقتی به شکارگاه رسیده دیگه اون شوق و ذوقه نیستش، رسیده بهش دیگه، یعنی اون اشتیاقش بیشتر برای رسیدن به اون شکارگاه ها و اون نقشه هایی که میچید و حالا اینو اینجوری بزنم و اونو اونجوری بزنمه. یعنی همش توی خود شکارگاه منتظر اون تصورات ذهنی خودشه، ولی در واقع شکاری وجود نداره، چون شاید اصلا تا اون روز آهو رو از نزدیک نیده بود و این تصور ذهنی از آهو نداشت، فکر نمیکرد انقدر آهو مثلا فرزه، انقدر تیزه، اونو فریب میده، فرار میکنه، از تیرسش میره،
شکار نمیشه. تصوری نداشت، فکر میکرد الان اونجا آهو واستاده و اینم میره اون گوشه و تفنگش رو ور میداره و از اون گوشه دقی میزنه و آهو رو شکار میکنه. اما وقتی میره تازه تو شکارگاه، تازه نه بابا، اونا همه تصورات من بوده از این شکارگاه، اینجوری نیست. چون تا حالا آهو رو نزدیک ندیده بود که. مثلا وقتی آهو رو میبینه اصلا مست دیدن آهوه میشه، اینکه برای اولین بار دیده دیگه، داره تجسمش میکنه، داره میبینتش دیگه. چقدر چشمای قشنگ داره، چه بدنی، چه پوستی داره، چه جوری میدوه. اینقدر محوش میشه اصلا نمیتونه شکار کنه. آهو فریبش میده، فرار میکنه، میره. اون تصور ذهنیش بوده از آهو، اون اشتیاقو براش ایجاد کرده. دقیقا مثل چارچوبه ذهنی ما میمونه. تصورات ذهنی ما مفهوم خاصی از خدا نداره، یعنی از هستی چیزی ما نداریم، چون توی چارچوبه غلط بزرگ شدیم. به خاطر همین آگاهی نابو نمیتونیم درک بکنیم. حالا دقیقا مثل این میمونه که اگه با این چارچوبه ذهنی در انتظار شکار باشیم، بس امکانی وجود داره که خیلی از آگاهی‌ها رو از دست بدیم، به خاطر که دقیقا با این چارچوبا که توی شب قبل خوابیده بود اون شکارچه داشتیم دنبال شکار می‌رفتیم. یعنی با این دقیقا با این چارچوبا دنبال آگاهی‌های ناب بودیم. بس اگه با این چارچوبا بخوایم بریم جلو، این چارچوب به هم نزنیم، خیلی از آگاهی‌ها رو دریافتش از دست میدیم، به خاطر اینکه یه پیش‌فرضی واسه خودمون تعریف کردیم. الان توی اون شکارگاهه منتظر اون پیش‌فرضه ایم که اتفاق بیفته. در واقع اینطور نمیشه، اون پیشورزی که خودمون برای خودمون ایجادش کردیم تو ذهنمون، و به خاطر همینه که آگاهی اونجوری که باید دریافت بشه نمیشه، اون پیشورزه باید به هم بریزه. اون به هم زدن پیشورزه میشه همون ذهن بی ذهنی که ما رو به مقام شاهدی میرسونه. اینجاست ما یواش یواش با معنای واقعی شاهد بودن آشنا میشیم، یعنی کاملا نظاره‌گر باشیم، بی‌طرف. همون اتفاقی که شکارچی میره توی شکارگاه براش میفته، اصلا میمونه، چون یه پیشورزی واسه خودش داشته، تق و تق داشته، همه آهوها رو میزده، میره اونجا میره نه بابا اصلا اینجوری نیستش، هیچ شکاری هم نمیتونه بکنه، به خاطر که آهو انقدر فرز میاد میره فریبش میده، اصلا نمیتونه. دقیقا مثل ما میشه که اون آگاهی رو نمیتونیم شکارش کنیم، نمیتونیم بگیریم، چون یه پیشورزی واسه خودم درست کردیم. و این حلقه ذهن بی ذهنی این پیشفرض رو یواش یواش از بین میبره تو ما، تا بدون به مفهوم نظر کردن برسیم، به مفهوم ذهن بی ذهنی برسیم. بس نظر کردن تو دوره قبل بیشتر آشنا شدیم، اما بیشتر این بحث نظر کردن تو ارتباط ذهن بی ذهنی معنا پیدا میکنه. اون نظر جایی اتفاق میفته که اونجا لا مکان و لا زمان و لا تضاده، یعنی اون نظره تو اون شرایط اتفاق میفته، شرایط لا مکان و لا زمان و لا تضاد اتفاق میفته. مثلا برای یه شخصی مثلا میخوایم مثبت یک اعلام بکنیم، خیلی کوتاه دیگه نظر میکنیم و مثبت اعلام میکنیم به قصدی دیگه، مثلا چون مشکلش حل بشه، مثلا کارش گیره، یه مشکلی تو زندگیش افتاده، اون مشکل حل بشه. اما حالا میایم اونو توی ذهن بی ذهنی اعلامش میکنیم، مثبت یکو، در واقع اصلا میبینیم که چیزی اعلام نکردیم، یک لحظه فقط نظر کردیم، هیچی اعلام نشده، چون تو ذهن بی ذهنی اومدیم اعلامش کردیم. یعنی هم اعلام میشه در واقع اون مثبته که، هم اعلام نمیشه. میخوایم حلقه رو اعلام کنیم، یعنی تا میخوایم حلقه رو اعلام کنیم اعلام شده، یعنی در نزدیک به صفر ثانیه این اتفاق میفته تو ذهن بی ذهنی. یواش یواش به این درک میرسیم که اون اعلام کردنه اصلا تا فکرشو میخوایم بکنیم اعلام شد، تموم شد. اینجاست که یواش یواش به این میرسیم که بس اصلا اون شاگرده که وقتی انتظار اعلام کردن یک نفر رو براش داره، اصلا همین رو درخواست بکنه تموم شد، اعلام شد. اصلا نیازی به فکر حتی مربیه برسه، حتی نیازی به فکر ما برسه که براش اعلام بکنیم. همین که تو فکر مثلا
که خب این بنده خدا مثلا این مشکل داره، براش اعلام میکنم. همه که میگیم براش اعلام میکنم، تمام شد، اعلام شد. همه که تو ذهنمون اومد که این یه مشکلی داره، من تو فکر اینم که مشکلش هرچه تمام شد اعلام شد. یعنی اصلا به کلمه نمیرسه، به زبون نمیرسه، نزدیک به صفر ثانیه. حالا ما باید یاد بگیریم یواش یواش بتونیم حلقه هامون رو تو ذهن بی ذهنی اعلام بکنیم. یه آن نقطه خاموشی در حرف نمی گنجد، بر طاق فراموشی بگذار کتاب اول. تو حلقه‌ای که مربوط به خودمونه، تازه به این نظر میرسیم که به این نقطه میرسیم که هرچی نظر کوتاه‌تر باشه، تازه کیفیت بیشتری و بهتری داره و بهتر جاری میشه. مثل حلقه‌های مثلا قونیه و همفازی کیهانی و اینا رو اگه مثلا بیام حالا با ذهن بی ذهنی اعلام بکنیم، تازه میفهمی که اصلا تازه این حلقا اسم خودش هم از دست میده. یعنی دیگه اسم هم دیگه مهم نیست. یعنی همین که تو ذهن بی ذهنی اعلام بکنین، میدونی کدوم حلقه است، منظور قونیه یکه، اما اسم یادت رفته. همین که میدونی چیه، تموم شد، اعلام شد. تازه میفهمی که این جور اعلام کردن تو ذهن بی ذهنی، تازه هم کیفیتش بالاتره، هم بهتر جاری میشه. چون دیگه ما یواش یواش از بعد زمان سعی میکنیم تمرین کنیم بیایم بیرون. یعنی بفهمیم که آقا جان اون حلقه توی لا زمان و لا مکان داره اعلام میشه و جاری میشه و لا تضاد. ما باید به این درکه برسیم. اونجا داره این اتفاق میفته، نه اینجا. پس یواش یواش باید بفهمیم از این بعد زمانه بتونیم بیایم بیرون، به این درکه برسیم که این بعد زمانه رو حذف کنیم. یعنی تا به ذهنمون برسه حلقه، اسمش هم ندونیم چیه، یادمون رفته باشه، تموم شد، اعلام شد، خیلی هم با کیفیت داره کارشو میکنه، جاری شد. حالا نکته که وسط میمونه در مورد بیماران، حالا چه با ذهن بی ذهنی نظر بکنیم به فرادرمانی، چه به غیر از این بیاندازیم، این هیچ فرقی نداره ها، کارشو میکنه ها. یعنی فکر نکنین کارشو نمیکنه. الان با ذهن بی ذهنی بخوایم نظر کنیم یا بخوایم نه مثلا نظر کنیم فرادرمانی، مثلا چه ذهن اشتراکی، چه با ذهن بی ذهنی اعلام بکنیم چه معمولی اعلام بکنیم، کارشو میکنه، هیچ فرقی نداره. یعنی اینجاست که ما مفهوم ذهن بی ذهنی فهمیم که آقا جان هیچ فرقی نداره. این یه اشتباهی بوده بین خیلی از دانشجوهای دوره میمدن. اون زمان هم یادمه تو ایران مثلا همیشه میگفتن یه آقایی بود به نام آقای دکتر، چه انسان با شخصیت و چه انسان با محبتی، دکتر سبزیانپور، ناصر سبزیانپور، روانشناس هم هستن ایشون، دوستای من بودن تو ایران. ما پنج شنبه ها درکه میشستیم یادمه تو تهران صحبت میکردیم، اعلام میکردیم، ارتباط میگرفتیم. شو روانشناس هم هستن، صفحشون هم میتونیم بریم ببینیم، آقای ناصر سبزیانپور، چه روانشناس قدری هم هستن و تو کار خودشون هم از فرادرمانی و از بقیه حلقا استفاده میکنن. همیشه یادمه میگفتن این انسان چون کلن تشعشعاتش خیلی مثبت بود، همیشه یادم میگفتن تشعشع دفاعی سبزیانپور از همه قوی تره. این افتاده بود، جا افتاده بین همه شاگرده آقای طاهری و سوشیان تو بقیه. اون زمانی که ما میخوندیم شاگرد رزم‌آور و همه میگفتن که آره سبزیانپور تشعشع دفاعش خیلی قویه، اصلا به یه نفر تشعشع دفاعی میده دست میزنه به هم میریزه. این یه تصور اشتباه بود از دانشجویی که این دوره ترم 6 رو نگذرانده بودن و با بحث ذهن بی ذهنی آشنا نشده. فکر میکردن مثلا اگه آقای طاهری اعلام بکنه فرق داره با مثلا آقای مهدی ولیپور، فرق داره با اعلام مثلا کیوان شکو، یا فرق داره با اعلام سوشان تازه میخواه، یا فرق داره با اعلام سید مهدی جعفری، آیلا بهسان، شهاب مهرنامه، هیچ فرقی نداره. من
یادم خیلی جالب بود، چند تا ویدیو از آقای طاهری توی خیلی جالبه برام میدیدم. خب بالاخره اون جمعایی که آقای طاهری میذاشتن قبلا، خب جمع خاصه به من وبینار آنلاین یه بارم، یه بار یا دو بارم اگه اشتباه نکنم سمینار حضوری فکر کنم، یه بار فکر کنم سمینار حضوری گذاشتن، بعد اومدن توی اروپا و رفتن توی شهرهای مختلف و یه سری از مربی رو نزدیک دیدن. بعد جالبش اینجا بود که من توی چند تا از این ویدیوها میدیدم، خب وقتی تو شهرهای مختلف تو اروپا میرفتن، خب اکثرا دور و برش یه سری مربی‌ها بودن، خیلی برام جالب اکثرش دور و برش یه سری مربی‌ها بودن، یه سری هم شاگردای ترمای مختلف میومدن. حالا من نمیدونم چجوری اینو یاد گرفته بودن، مربیشون بهشون نگفته بود، گفته بود. چندین کلیپ دیدم که مثلا طرف اومده به آقای طاهر نزدیک، آقای طاهر تو رو خدا برام چیزو برام اعلام بکنی. نمیدونم مربیشون کی بود، اسم نمیبرم، ته بچه اروپا بوده. یعنی من مونده بودم که خب، یعنی هنوز باورش اینه که مثلا اون اعلامی که آقای طاهری میکنه با اعلامی که مربیش میکنه یا دوستش هم مربی میکنه فرق داره، مثلا اون قوی تره این ضعیف تره، اون تاثیرش خیلی بیشتر. نه به این صورت نیست اصلا، ما تو ذهن بی ذهنی میفهمیم که اعلام هیچ کسی با هیچ کسی دیگه فرقی نداره، یعنی اصلا به خاطر ما کاری نمی کنیم، این از خودش تشعش و ساطع نمی کنه، شیر حلقه ها دست این نیست که مثلا بگی الان فشار داده حلقه رو، شیرش رو مثلا فشار داده نازکتر کرده، نه این مثلا شیره که دست اینه کلوفتر بیشتر داره جریان میاد، مال اون نازکتره، نه مثلا جای دیگه است، ما به یکی دیگه داریم میگیم بابا اون شیر رو باز کن واسه این، اون شیره رو باز میکنه، شیره باز هست، فقط یاداوری بهش میکنیم که بابا باز کن واسه این. میدونین ما یواش یواش داریم با این بحث آشنا میشیم که بس اعلام کردن هیچ کسی با هیچ کسی فرقی نداره، تشعش و دفاعی که آقای طاهری اعلام بکنه، شما اعلام بکنی، من اعلام کنم، آقای ولیپو، هیچ فرقی نداره، به خاطر اینکه اون اعلام یه جا دیگه توی لامکان و لازمان و لاتضاد اتفاق میفته، اونجا جاری میشه، بس دیگه اصلا دست من نیستش. اما الان داریم یاد میگیریم که توی ذهن بی ذهنی اعلامش کنیم. بفرمایید آقای بامبادی، خانم بامبادی، آقای بامبادی. سلام، وقتتون بخیر. سپاس از شما. باز خواهی میکنم یه چیز خواستم بگم که حالا مشخصا که عمدی هم نیست، به صورت اتفاقی استاد میگفتن که ما به حلقه نظر میکنیم، اون اعلام در روح جمعی هستش، به حلقه نظر میکنیم، همون نظر مدام راجع به همون نظر صحبت میکنم. بله، چون چند بار فرمودین اعلام، گفتم آره، من داشتم اون مثال دانشجوهای رو میزدم که مثلا میان میگن که خب اعلام میکنیم، بعد مثلا میرن پل آقای طاهری تو این ویدیو من دیده بودم میگه استاد برای ما فلان چیز رو اعلام میکنه، من داشتم اینو مثال میزدم که ما باید توی ذهن بی ذهنی این چارچوبه مقدار به هم بریزه، بس همون بحث نظر کردن، اصلا ما ذهن بی ذهنی رو داریم صحبت میکنیم که مفهوم نظر کردن آشنا میشیم. بالاتر قبلتر من توی نظر توضیح دادم که اصلا بحث شاهد بودن همون بحث نظر کردنه، یعنی ما اصلا نظر کردن یعنی چی، تو کجا اتفاق میفته این نظر کردن، کجا جاری میشه این نظر کردن، ما داریم به این میرسیم. خب ببین، اول فکر میکردیم اعلام کردن دیگه، یعنی دانشجو دوره اول فکر کنم ما اعلام میکنیم، یواش یواش میبینیم نه، نظر میکنیم، بعد از این نظرم تازه میگذریم میبینیم نه، تو ذهن بی ذهنی یعنی به صرف ثانیه هم نمیرسه این نظره، ما اون جاری میشه، تموم شد، یعنی به صرف ثانیه هم نمیرسه، یعنی مثلا حتی مهم نیست اسمش تو ذهنمون بیاد، چه برسه حالا بخوایم به زبان بیاریم یا چه بخواد تو ذهنمون اسمشو مرور بکنیم، ما داریم یواشش با این آشنا میشیم که تازه تو ذهن بی ذهنی کیفیتش هم بیشتره و بهتر هم جاری میشه. ما داریم اینو سعی میکنیم بیان کنیم که چطور این حلقه داره جاری میشه تو ذهن بی ذهنی. سپاس از شما، خواهش میکنم. حالا آیا ذهن بی ذهنی در زندگی روزمره نیست کاربرد داره یا نه؟ خب اونطور که قبلا صحبت کردیم تو امور آسمانی ما بحث تسلیم شدن داریم، تو امور زمینی هم بحث
یعنی تو امور آسمانی هم شاهدیم هم تسلیم، تو امور زمینی شاهدیم و تلاش. یعنی تو مسائل آسمانی هم شاهد میشیم هم تسلیم میشیم، ولی تو مسائل زمینی شاهدیم و تلاش. یعنی قضاوت نمی کنیم چه بد چه خوب، نفوس بد نمی زنیم یا پیشفرض تعیین نمی کنیم. بگیم پیشفرض این آقا، من اینو میشناسم، من دیدیم مثلا میگه من اینو، این آدم خیلی بد اخلاق، این خیلی سگ اخلاق، مثلا این اینو میدونم این کینه ایه، این خیلی کینه ایه، این پیشفرض است دیگه، پیشفرضی که واسه خودمون تعریف کردیم. هر کسی تو هر لحظه ای میتونه عوض بشه، یک لحظه از یه چشم هم زدنه که اون لحظه اصلا کلن آگاهیش عوض، یعنی تشعشعی که شما میذاری کلامت اون آدم عوض بشه. ولی این پیشفرض رو باید از بین ببریم. خیلی وقتا ما تو آدم ها یه جور قضاوت دیگه، پیشفرض تعیین میکنیم، این بد دهنه، این عصبیه، این آدم بی محبتیه، این خیلی بی مهره، باز پیشفرض دیگه. پس ما تو زمین تسلیم نمیشیم، ما تلاش میکنیم اما شاهدیم. پس این شاهد بودن تو آسمون و زمین، ذهن بی ذهنیه، آسمون و زمین شاهد بودن برابره، یکیه، جفتش برابره. ولی تو آسمان بعد شاهد بودن تسلیمه، مسئله آسمانی، ولی تو زمین تلاشه. که قرار بود تلاش نباشه، خدا به پیامبرش نمیگفت که آقا بیا برو این تعداد درخت رو بکن، کشتی رو درست کن. میگفت آقا تو پیامبر منه دیگه، نیازیست برو جلو ساحل، کشتی آماده است، از هر حیوانی یه جفت بذار اونجا، برو من این خانواده تو رو یه طوفان بزنم حالشون رو بگیرم تا دیگه اینا باشن انقدر فساد رو زمین نکنن. نه این کار نمیکرد دیگه. تو زمان ما هنوز به درک اونم نرسیدیم، یه داستانی شنیدیم ولی هنوز واقعا به درک اونم نرسیدیم که واقعا اینجوری بوده. آدم یه مقدار به شک میره، یعنی خدا میاد میگه که خب من بیام چیز بکنم، بیام مثلا خانواده تو رو چون فساد کردن از بین ببرم، اون باز یه داستان دیگه است. اونو میشه بر یه مقدار از نظر رحمان رحیم بودن راجبش صحبت بکنه، میشه یه مقدار از دیدگاه رحیمیت اونو راجبش حرف زدش، ولی باز ما نمیتونیم حتی راجب اون اتفاق هم بخوایم صحبت بکنیم. پس ذهن بی ذهنی شکست چارچوبای ذهنیه در واقع، که اون چارچوبا و تعصبات کورکورانه کودکی رو میتونیم ازش خلاص بشیم، ذهن رو آزاد بکنیم. یه عکسی هست، من نمیرم نشون بدم این عکس رو. اوکی، تو کاملا عکس براتون اومد. خب ببینید، بس ذهن بی ذهنی شکستن چارچوبای ذهنیه، که اون چارچوبایی که داشتیم اسم گذاشتن و خدا اینجاست و خدا اونجاست و یا یه چارچوبی تو ذهنمون از خدا و وجود خدا داشته باشیم، شکستن اینه، شکستن چارچوبای ذهنی و رهایی ذهنی. حالا رهایی ذهنی دو قسمت داره دیگه، یه امور زمینیه و رهایی ذهنی، آزاد شدن ذهنمون تو مسائل زمینی، آزاد شدن ذهنمون تو مسائل آسمانی. تو مسائل آسمانی ما شاهد میشیم و بعدش تسلیم، اما تو مسائل امور زمینی برای رهایی ذهن میریم شاهد میشیم، چیز میکنیم، تلاش میکنیم و بعد به توکل ختم میشه، تموم شد. یعنی شاهد بودن، تلاش کردن و بعد توکل. ولی توی مسائل آسمانی شاهد، تسلیم. خیلی ساده. خب من خواستم یه مقدار بازه‌تر توضیح بدم. خب بچه‌هایی که شاگردایی که ذهن بی ذهنی بهشون تفویض نشده، دستاشونو بیارن بالا ببینم چند نفرین لطفاً. نگردانیم بالا تا من گفتم چون بشمرم. شیش نفر. خب هفت نفر. استاد، اجازه هست من سوال بپرسم؟
بله بفرمایید. یه لحظه صبر کنید، صبر کنید. 7 نفر. خیلی خوب. 7 نفر، 7 نفر براشون تفویض نشده. خیلی خوب، ممنون. بریم پایین. بفرمایید. ببخشید، ارتباط همون 15 دقیقه‌ای بود که حدوداً 45 دقیقه نیم ساعت پیش نشستیم دیگه. نه نه نه، الان میخوام تفویض کنم. اون موقع تفویض نکرده بودم، الان میخوام تفویض کنم. بله، اون موقع یه ارتباطی بود که کلا یه ارتباط گرفتیم که آنلاین باشیم، سر کلاس باشیم. آقای باغبان، این دستایی که بالای، سوال دارین؟ سوال ندارین. بله، خانم موحد بفرمایید. استاد جان، پوزش میخوام نجون فرزاستان، نموداری که نشون دادین در مورد چارچوب ذهنی فرمودین. بله، ذهن بی ذهنی. بله، ذهن بی ذهنی. من یه سوال برام، یعنی این سوال قبلا پیش اومده بود، من جوابو اونچه که میخواستم، شاید اونچه که خودم میخواستم از دید عرفان حلقه دریافت نکردم. آیا در عرفان حلقه چارچوبی به معنای اون چارچوبی که معمول هست، یعنی در یک محدوده قرار دادن، وجود داره یا نه؟ این یه سوال کلی بود، ببخشین. الان این سوال به یادم اومد که شما این چارچوب رو یادآوری فرمودید. اگر امکانش هست، ببینیم، ما هیچ باوندری نداریم، یعنی هیچ محدودیتی نداریم، هیچ چارچوبی نداریم بگیم که از اینجاست تا اینجا، یعنی طبق اصول ما باید بریم اینجا. چارچوب محدوده ای نداریم که بخوایم محدوده رو تعریف کنیم، بگیم که محدوده یا چارچوب ذهنی اینه. مثلا خب قبلا ما الان مثلا تو زندگی عادیمون یه چارچوبی داشتیم، مثلا میگفتیم مثلا چنان خدا این بره، خدا اون بره، خدا بالا، یا اسم میذاشتیم، میگفتیم خدا یا اسم میذاشتیم واسش. ولی الان حالا مثلا چارچوب رو یه ذره بزرگتر کردیم، مثلا این چارچوب قبلی رو شکستیم، چارچوب بزرگتر. ما اصلا کلا داریم چارچوب رو ور می‌داریم، نه که چارچوب رو بزرگتر کنیم، تازه بازی یه باوندری دیگه براش اضافه کنیم. اون چارچوب قبلی هم که داریم میشکنیم، کلا چارچوب رو ور داریم. ما داریم سعی می‌کنیم با ذهن بی ذهنی به درک این قضیه برسیم که اصلا نمیتونیم چارچوبی تو این زمینه قرار بدیم. چارچوبی نداریم قرار بدیم، چون مثلا میمونه که یه قطره وسط دریا وسعت اون اقیانوس و دریا چجوری میتونه تشخیص بده؟ مگه میبینه؟ جزی از اون اقیانوس است، نه تشو میبینه کجاست، نه سرشو میبینه کجاست. چجوری میخواد چارچوب برای اینی که نه سرشو میبینه نه تشو میبینه بخواد چارچوب تشخیص بده؟ میدونین؟ نه، متاسفانه نمیتونیم چارچوب تشخیص بده، چون وسط یک جای بیکرانی هستیم که تازه داریم اینو میفهمیم که ما تو یه جایی هستیم، اون جایی بوده که همش دنبالش میگشتیم، تازه الان داریم اینو میفهمیم، تازه داریم اینو یاد میگیریم که آقا ما تازه یه جایی هستیم که مدت‌ها بوده همش با اسم گذاشتن و جهت گذاشتن و صفت گذاشتن تازه داشتیم دنبالش میگشتیم، تازه الان ما فهمیدیم جزئی از اونیم. حالا که میفهمیم جزئی از اونیم، تازه باید به این درک برسیم که چقدر تو الان داشتیم بد جلوه میدادیم. ببینید وقتی ما میگیم که همه چیز در هستی جلوگاه اونه، تازه الان داریم میفهمیم به کارهایی که کردیم چقدر داشتیم بد جلوگاه هستی میشدیم، بد جلوگاه یا بد تجلی یا جلوگاه این خالق داشتیم میشدیم. الان تازه یادم میاد من اونجا فوش دادم، من اونجا با فلانی درگیر شدم، پشت فلانی حرف زدم، من اونجا دروغ گفتم، با فلانی درگیر شدم، پشت فلانی پاپوش درست کردم. تازه الان داریم میفهمیم که چه جلوگاه بدی بودیم ما، چه نمایندگی بدی بودیم ما. تازه الان داره یادم میاد که اگه اینجوریه، ما اگه این قطره، البته بماند این دریا، درسته که با یه قطره کثیف نمیشه، میگن همیشه یه جوی آب که یه سگ ازش آب بخوره با پوزه سگ این آب کثیف نمیشه، کاملا درسته. این قطره هر چقدرم قطره کثیفی باشه، دریا رو، اون اقیانوس رو کثیف نمیکنه، چون در حد یه قطره است. ولی با این حال ما خودمون رو دیگه باید بشینیم خودمون رو قضاوت بکنیم دیگه. آقا مگه نمیگیم ما جلوگاه هستی هستیم؟ مگه نمیگیم جلوگاه خدایی، تجلی اونیم؟ پس چه تجلیه بعدی بودیم تا الان؟
وقتی کارامون یادمون میاد تازه اینجا فهمیم چه تجلیه بدی بودیم. اما همین خدا رو شکر که فهمیدیم اینو و یادمون اومد که ما چون تجلیه اونیم یه مقدار باید سعی کنیم چارچوبه رو بشکنیم دیگه. بابا ما تجلیه خداییم دیگه، باید رایتش کنیم این قضیه رو. میدونین خیلی دیگه زشت میشه که بخوایم به اون چیزایی که قبلا حالا میفهمیدیم بد بوده الان بخوایم تکرارش بکنیم دوباره. سپاس استاد جان، عالی بود. خواهش میکنم. خب بریم برای ارتباط و تحفیز ذهن بی ذهنی. خب بریم توی ارتباط 15 دقیقه. خیلی خب بکنم الان شیر اسکرین اومد براتون. بله بریم توی ارتباط برای تحفیز حلقه ذهن بی ذهنی.
خسته نباشین. خسته نباشین. دوستانی که تو ارتباط بودن گزارش دارین، سر تا پا گوشم، گزارشتون رو بشنوم ببینم. بفرمایین. خسته نباشین. بفرمایین خانم اهورا. استاد جان سلام، خسته نباشید. درود بر شما. اهورا هستم استاد جان. درود بر شما. درود بر شما اهورا جان. قربان شما. عرضم به حضور شما استاد جان، من دوره اولم، یعنی دارم شرکت میکنم. قبل از این اتصال ذهن بی ذهنی گزارشات واسه استاد علی پور میفرستادم. به قدری تشتت ذهنی داشتم، به قدری، یعنی ذهنم جوری شده بود واسه خودش آگاهی تولید میکرد، یعنی به گریه افتاده بودم استاد جان چند روز اخیر. انقدر اصلا نمیدونم، این خیلی واقعا میگم ببخشید خیلی مسخره بود. یعنی میگفتم خدای خب یعنی چی الان این من ضد کمال، این چیه که داره واسه خودش اصلا به طور شرطی شدگی داره آگاهی تولید میکنه. اصلا نمیدونم حالا کسی دیگه از همکلاسی هم مثل من بودن یا نه، ولی خب به شدت رو ذهنم فشار بود و اصلا چیزی به نام تمرکز توی کارم، توی رفتارم، توی روابطم هیچ جای زندگی نداشتم. یعنی اصلا نمیتونستم با ذهن خودم کنار بیام یا یه کاری رو به نحو احسن انجام بدم. همیشه صدی تو زندگیم بوده که بیشتر اوقات یعنی از ذهن خودم شکست میخوردم. این موضوع به حدی شده بود که حتی تو اتصالاتم هم رخنه کرده بود، بد جوری منو به هم میریخت چند مدت. و نمیدونم چجوریه، تو ترم 6 من بیش از حد حمله داشتم، حملاتم خیلی زیادتر شده بود به نسبت حالا ترم 5ی که حالا به اصطلاح میگین جهنممونه. ترم 6 یک حملاتی رو تحمل کردم این چند وقته که اون سرش ناپیدا. اینم گزارشم بود استاد جان، ممنون، طلب خیر. عالی، کاملا درسته. ببینین ما قبلا هم گفته بودیم، من تو جلسات قبلی گفته بودم، هر چقدر جلوتر میرین حمله ها از طرف شبکه منفی ریستر و دقیق تر میشه. ببین اوایل کلی تره، یعنی اوایل خیلی حمله ها به صورت کلیه از شبکه منفی، وقتی جلوتر میرین دیگه رو جزئیات خیلی ریز میان کار میکنه شبکه منفی، دقیقا رو مسائل خیلی ریز دست میذاره، مسائلی که قبلا براتون نبوده، چون قبلا مثلا براتون خیلی کلی تر بود، الان خیلی ریز میشه و هرچی جلوتر میرین این ریزتر و ریزتر و ریزتر میشه و این مسائل رو جاهایی که حمله میکنن خیلی ریستر میشه، خیلی با دیتیل میشه دیگه، یعنی خیلی مسائل ظریفی رو میان روش دست میذارن و استفاقا اون مسائل ظریف تر دغدغه بیشتر ایجاد میکنه. یعنی هر چقدر مسئله دقیق تر و ریستر و کوچیکتر میشه، دغدغه بیشتری واسه آدم ایجاد میکنه تا اون مسائل کلی تر که ما ترمای اول باش مشکل داشتیم، ترمای دوم سوم مشکل داشتیم، الان هی ریستر میشه. کاملا درسته، بله. اینا خب حمله شبکه منفی و بیرونریزی. حالا یادتون باشه یه اتفاق جالبی رو من براتون تعریف کنم تو این چند وقته افتاده از طریق یکی از شاگردایی که توی ایران داشتم من. درود بر شما خانم آقای دوست آی راستین، اگه اشتباه نکنم دستتون بالا بوده، بفرمایید. سلام استاد. خانم راستین ببخشید. خواهش میکنم. توی این اتصالی که من رفتم اولش پشت یه چارچوب پنجره‌ای چوبی نشسته بودم، بعد داشتم بیرون رو نگاه میکردم که خیلی تاریک بود. البته تاریکیش مثل ظلمت نبود، یعنی قابل درک نبود. بعد مثل یه پرنده شدم که از این پنجره بیرون، از پنجره تو اون تاریکی رفتم. بعد همین توی همین حالت که بودم، توی این فضای جلوی چشمای خودم رو که داشتم همینطور چیت میکردم، یه پوسته خیلی نازکی رو من به صورت دایره‌ای کندم، خیلی پوسته نازک بود. بعد از داخل این
نور آبی و ترکیبی از آبی و سفید و زرد بود. بعد من وارد این دایره شدم، بعد همینجوری گفتم به به اینجا چه خبره؟ بعد گفتن که ساکت باش و بیا داخل بیا. بعد من همینجوری که وارد می شدم نور زیاد و زیادتر می شد، اینقدر نور توی چشمام بود که انگار کور بودم، اصلا چیزی دیدنی نبود. بعد داخل تر که شدم انگار توی نور محو می شدم، چیزی دیگه در درونم نبود. بعد یک سیب قرمزی رو مثلا حالا مثل تعارف کردن سیب قرمز، بعد من به یاد ازل افتادم که خداوند به آدم و حوا گفته بود که این سیب رو نخورید، که اونا این سیب رو خوردن و از بهشت خارج شدن. هنوز ما نمیدونیم اون سیب بود، گلابی بود، انگور بود، گندم بود. به یاد من اومد این صحنه ازل، بعد که بعد از خون خوردن این سیب زشتی های آدم و حوا براشون نمایان شد و بالا با برگ و فلان و بهمان پوششه. بعد این سیب رو که به من دادم و خوردم، انگار به من اجازه ورود میدادن به اون جا. بعد باز وارد که می شدم اصلا احساس میکردم که دیگه توانایی ندارم که داخل ادامه بدم به ارتباط. بعد میخواستم از ارتباط بیام بیرون، میگفتن توان بیتوانی. بعد دور داخل تر که شدم یه راه دالانی بود، سنگ و یه آبای خیلی روان ریزی. بعد جلوتر که رفتم باز یه منبع نور خیلی زیادی بود که ورود کردم به این نور، ولی دیگه ادامه ندادم، یعنی دیگه بعد دیگه از ارتباط اومدم بیرون. ممنون از کلاس خوبتون. چقدر آگاهی جالبی، چقدر آگاهی جالبی. و اون دقیقا اون حس داخل نور رفتن، همون بحث این که ما تازه داریم چارچوبه رو میشکنیم، تازه میفهمیم کجاییم، وسط اون اقیانوسه ایم. ما قبلا فکر میکردیم که ما بیرون این اقیانوس تو ساحل واستادیم داریم صداش میکنیم، بعد تازه الان فهمیدیم نه بابا، ما وسط اون نور خیلی زیاده، همون درک اینه که تازه داریم میفهمیم که ما وسط اون اقیانوسیم و تازه کجا هستیم. بله عالی بود، به به خیلی عالی بود، لطف کردیم. استاد این هم تو هفته گذشته هم آنچنان یه اتفاق عجیبی هم بر من افتاد که آنچنان ذهن منو درگیر خودش، هنوزم درگیر، حالا نمیدونم با اون مثل بیسه عنوان حمله در نظر گرفت، ولی یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد که من همچنان یعنی ذهنم و خیلی آشروبهای ذهنی و افکار ذهنی که آدم دوست داره کنترلشون کنه، یه چیزای اضافه تر به این مسئله دامن دارتر می شد و هنوزم الان درگیرش هستم. دلاب خیر، ممنون. نه مطمئنن، مطمئنن اونم به زودی حل میشه، قطعا به زودی حل میشه، چون گفتم هرچی جلوتر میریم حمله دیگه از کلی میاد بیرون، ریستر میشه. ما ریستر شاید مثلا تا همین روز قبل بچه هایی که ترمشیشو نگذرونده بودن، شاید تا همین جلسه قبل ما هنوز به اون درکی نرسیده بودیم که ما رسما تجلی خالقیم روی زمین و بس باید سعی کنیم تجلی زشتی نباشیم، تجلی، چون واقعا خالقه اینجوری نیست، اینجوری نیست که ما داریم اینجوری تجلیش میدیم، داریم اینجوری داریم نشونش میدیم. تازه الان یه مقدار از این جلسه بعد ما یادم یه استادی داشتیم تو ایران دانشگاه، میگفتش این حرف بزنین 7 بار زبونتون رو تو دهنتون بچرخونین بعد حرف بزنین. ما اون موقع نفهمیدیم منظور این دقیقا چیه، بعدا فهمیدیم منظورش میگه 7 بار زبونتون رو بچرخونین تو دهنتون، یعنی که 7 بار فکر کنین راجع به چیزی که میخواییم بگیم بعد بگینش. یا به قول معروف ما ترکای ضرب مثل داریم، میگیم که 10 بار اندازه میگیریم 1 بار قیچی میزنیم. دقیقا همینه، الان دیگه یه ذره
نسبت به هر برخورد و هر سکناتمون یه ذره بیشتر فکر میکنیم. حالا اگه یه نفر فوش میده مثلا میگه خب بدم، حالا قبلا سریع فوش هم میدادیم، سریع میگوید ای بر مادرت پدرت فلا اینا، ولی الان یه ذره بیشتر فکر کنیم بدم ندم، حال بدم چی میشه، مثلا الان فوشه رو بدن دادم بهش، خب الان برنده شدم، خیلی خب جایزه من میدن الان، مثلا کاپ قهرمانی میدن، خب من تجلی کیم الان، من تجلی خالقم دیگه، خب من الان فوش بدم اون نمیفهمه، من که میفهمم، اون نمیفهمه داستان چیه، من که میدونم داستان چیه، خب من الان با فوش دادنم جلی خودم شرمنده میشم، اونو ولش کن، چله خودم خجالت زده میشم، من اون وقت تجلی کیم، دارم کیو نشون میدم؟ ببینی یواش یواش دیگه به کارامون داریم شک میکنیم، این کاری که میکنم درسته، اون کاری که میکنم درسته، اتفاقا خیلی خوبه، این خیلی خوبه که هر روز شک کنیم به کاری که داریم میکنیم که آیا واقعا درست بوده انجام دادیم، اون حرفه درست بوده، چون من نماینده یه چیز دیگم رو زمین، من تجلی یه چیز دیگم، پس من باید یه جوری برخورد بکنم بتونم این که کسی با هم حرف میزنه برخورد کنه احساس اینو بکنه که مثلا فلانی انگار تجلی خداست، انگار نیست واقعنه، ولی باید این حسه رو بهش برسونم دیگه، حتی شده تو ظاهرم، حتی شده تو کلامم، این حسه رو بهش برسونم. ممنونم ازتون، بفرمایید سما خانم. عرض ادب مجدد، من توی اتصال خودم رو روی آب میدیدم و اصلا حس اون قطره ها رو داشتم، خیلی جالب بود، یعنی یه قطره خیلی بزرگی، ولی خب با این جریان آب داشت منو میبرد، بعد منم مثل دوستمون کاملا تشتت ذهنی عجیب و غریبی داشتم که توی این مدت، حالا من تکرار هستم ولی هرچه خاموش نظر میکردم نمیرفتم، دیگه یه بار کم آوردم گفتم خب باشه هر کار دلتون میخواد بکنید دیگه، من که توجه نمیکنم، همینجوری حرف بزنین باشین، تو ذهن من به جنگ و چالش بیفتم، بعد تون دریایه بودم و انگار رفتم بالا، این شعر برام اومد: تا دل در امان اوست، دافع هر بلا هموست، ای امان هر بلا، من نشوم ز تو جدا، دل به تو می سپارم و فارغم از همه بلا. به به، دقیقا همینه، دقیقا همینه، کاملا درسته، دقیقا وقتی خودمونو این شاهد بودنه رو تو مسائل آسمانی که گفتم، خب اول شاهدیم بعد تسلیم، تو مسائل زمینی اول شاهدیم بعد تلاش، وقتی به اون تسلیمه تو مسائل آسمانی میرسیم تازه اونجاست که مشکل حل شد، تموم شد، یعنی اونجا میبینی که بابا من گیر این بودم همش، این قضیه، این دغدغه، این حمله، این سوال تو ذهنم حلش، همونجا که تسلیم شدی تموم شد، یعنی همون لحظه است که مشکل حل شدش. بله خیلی زیبا بود، ممنونم ازتون، بفرمایید خانم موحد. استاد جان، من در اتصال یه حالت خالی شدن سر، یعنی کاملا هر چی بود خالی شد و التهاب و گرما، اون التهابی که از به قول معروف تشتت ذهنی شاید بود از بین رفت و یه خنکی سرم ایجاد شد و باز شد سرم، یه ستونی از نور می دیدم از یک طرف بالا می رفت و از یک طرف پایین می اومد و یک جای به هم ادغام شد و تبدیل به یک گوی بزرگ روشن شد و یه جایی هم مایه نورمانندی، یعنی مایه سیال بود، مثل آب اینقدر سریع روان نمی شد، خیلی کندتر بود و نور، چیزای اشعه‌های نور انگار بود می اومد و همه جا، حتی درس ها و اینا رو هم گرفت و خب انگار دوروبر منم بود، یعنی جوری خودم رو در اون می دیدم و هی دائم کلمه نگار من، نگار من می اومد تو ارتباط، دست مرا بگیر، یه همچین چیزی، و این شعر اومد در واقع: ای نگار من که می بری دل و جان من، بگو که کنم دل و جان فدای تو من، بهر چه گویمت هر شامگاه و بام، که از برای تو من جایگاه جان و تنم،
هر لطف توست آسمان و زمین، جلوگاه روی توست هر ذره از چمنم. آینه رخ بنمود سجاده پر بکشود، پیمان بندگیم کویم سجاده نور. آینه همدلی بستم در مرام تو، آین نکسلم بدین روزگار که کمترم. صعب است ره تو سلبش کنیم در جهان، کوی خرابات. در واقع کوی خرابت اومد، ولی منظور همون کوی خراباته. در کوی خرابت آباده راه می رویم. طلب خیلی استاد جان، سپاس گذارم. عالی بود، عالی بود. دقیقا همینه. یه دقیقا وقتی خودمون رو جزئی از اون حس بکنیم، تازه میفهمیم که بابا اصلا همه چی از آن تو، از آنو. به قول عبرت ناینی میگه، چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست، عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست. ما پرتو و حقیم و نعویم و همویم، چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست. هر جا نگری جلوگه شاهد غیبی است، او را نتوان گفت کجا هست و کجا نیست. در آینه ببندند اگر صورت در آینه در آینه بینند اگر صورت خود را، آن صورت آینه شما هست و شما نیست. یعنی اینجا میفهمیم که هم هستیم درونش، هم نیستیم، ولی همه چی اصلا اونه دیگه، اصلا ما عددی نیستیم و چیزی نیستیم در بر. وقتی تازه میفهمیم این وسعت و این کران رو وقتی تازه درکش میکنیم، و خیلی زیباست. ممنونم ازتون و بابت آگاهی زیباتون که اومد، خیلی عالی بود. بفرمایید خانم برین. شب بخیر استاد جان و دوستای گلم. من راستش رو بخوام مثل دوستای گلم، دو روز بود که حالم خیلی خوب نبود و از صبح من هر چی سعی میکردم که کنترل ذهن اعلام بکنم، نظر بکنم، هیچی، یعنی نمیتونستم و حالا خیلی بد بود تا عصر. اصلا خودم مونده بودم، مثلا تا چند روز قبل من کنترل ذهن خیلی خوبی داشتم و این مسائلی که می اومدن خیلی ناراحتم نمی کردم. به هر حال تو ارتباطی که الان داشتم، من حس کردم توی کهکشان نشستم و دور و برم پر ستاره هستش، هزاران هزار، میلیارد ها میلیارد ستاره تو این تاریکی، و من خودم اونجا نشسته بودم. از اون طرف راستم خورشید بود، طرف چپ هم ماه بود. یعنی با که نگاه می کردم خودم رو تو ستاره ها می دیدم، توی ماه می دیدم و توی ذرات خورشید، و بعد این انعکاسه بر می گشت. و یه شعری هم واسم اومد، البته ذهنم خالی خالی شده بود استاد جان، یعنی هیچ چیزی، سنگینی کامل بود ولی هیچ چی حس نمی کردم، خالی خالی. شعری که برام اومد این بود که قمری و بلبل و آهو، پروانه و شمع و گل و بلبل، همه از اوست. بنازم ای جیران چشم خمارم، که زبوی تو مست گردم هر آن و هر زمان. خاموش و سرگشته و حیران، ز بحر تو جویم ای خدای مهربان. کجایی و کجایی، ز سر زلفت جویم آن نشان. خدایا می جویمت، می جویمت، می جویمت، وانگهی تو من و من تو هم و ما و ما از آن هم. طلب خیر برات. نه و عالی، نه خود، خود، یعنی خدا رو شکر تمام آگاهیه که میاد قشنگ مرتبط با درس امروز، قشنگ معلومه که این روح جمعی چقدر تأثیر خوبی گذاشته سر کلاس، و همه آگاهیایی که من میشنوم و اشعاری که برای تو میادش همش مرتبطه، همش مرتبط با همین جلسه است. فوق‌العاده بود، واقعا ممنونم، دستون درد نکنه. یکی از دوستان آقای ساله گفتن که درود، ببخشید نمیتونم صحبت کنم ولی گزارش اتصالم رو اینجا مینویسم. خودم و تکه ای از پازل می دیدم، اولش سرگردان بودم ولی وقتی سر جای خودم قرار گرفتم، اون موقع کل پازل رو دیدم و بی نهایت بود. یک دفعه همه چیز ناپدید شد، همه چیز بود و هیچ چیز نبود. بله عالی، دقیقا صحبتی که ما همین امروز می کردیم، تازه داریم می فهمیم کجاییم، جامونو داریم پیدا میکنیم و تازه میفهمیم که بیرون از اون چیزی که باید باشیم نیستیم، اتفاقا درونشیم، وسطشیم، و فقط داریم اینجا نقش
جلوگاهش رو داریم بازی میکنیم و چه بهتر که سعی کنیم این نقش رو خوب بازی کنیم، نقش جلوگاه هستی و جلوگاه خالق رو خوب بتونیم بازی بکنیم، چون به اختیار خودمونه دیگه، خودمون داریم نشون میدیم این جلوگاه و این تجلی رو. و بله دقیقا همین حالته، دقیقا وقتی که این یه قطره میمونه که شما وسط اقیانوس، حالا بخواد پیدا کنه که سر اقیانوس کجاست، تش کجاست، کدوم ور میره انتهاشه، کدوم ور میشه ابتداش، دقیقا همین حس رو به شما دست. کاملا درسته، کاملا کاملا عالیه، شکرش. خیلی ممنونم از همتون، خیلی روح جمعی خوبی داشتیم این جلسه. من خودم هم از جلساتی بود که لذت بردم، آگاهی خیلی زیبایی که براتون اومد، گزارشای خیلی قشنگی که دادین، امیدوارم همیشه اینجور بمونه. بفرمایید خانم موحد. خانم موحد عزیز بفرمایید، دستون بالا بودین. من شرمنده ام، شب خیلی دیگه بر من شروع، من نمیدونم. ره رو روندگانیم دلدادگان کویش، ما را چه بود حاصل جویای نام و رویش. گفتان نباید از رسم اسماء آسمانی، باشد بیادت از وصل واصل شد در میانه. ما را چه جویت حاصل خود بودت در حائل. ببخشید من شاید اینجا خیلی اون درست نخوندم. وصل و وصال او جوی، وصلیست در حمایل. گفتم به بوی وصلت جامع کنم درانه. گفتا حدیث کم گوی، خود هستم در میانه. خواب و خوراک عاشق عشقیست در میادین، یا میادین برا من اومد، ببخشید. میخور ذره پاش بر جامعه درانه. گفتم غم تو دارم، گفتا به کوشش چه حاصل. دردانه بندگی کن تا فرقت سرایت. کو بند پروری را بی بندگی سرانه. دام و خیال بافم از روی دوست دوری. دستم بگیر اما در حائل میانه. و بعد دائم هی میدان 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 و استاد ولی‌پور در واقع اینجور برای ما رمزگشایی کردن، جایی که می داخلش هست و این میدان 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 می اومد، یعنی همه چیز در هم، اون آگاهی در اون میدان، اون میدان جایی که جمع میشن و اون آگاهی در اون میدان، اون یعنی در همه، همه در هم در قرار گرفتن. نمیدونم چطور توضیح بدم، به هر حال طلب خیر، امیدوارم این درکی که به من اومد برای شما هم تونسته باشم بیانش کنم. سپاسگزار استاد جان. بله عالی بود، نه دقیقا درسته، بحث میدانی که گفتین کاملا درسته. نه من کاملا مفهوم شما رو، منظور شما درک کردم و دقیقا چیه و خیلی خیلی زیبا بودش، من لذت بردم. اصولا هر وقت میبینین که من بذیر جالب بهتون بگم، هر وقت میبینین که من به دور به لنز دوربین نگاه نمی کنم و دارم جای دیگه یا مستقیم نگاه می کنم، قطعا بدونین عمیق دارم خیر شما رو گوش میدم. هر وقتی دیدم لنز دوربین نگاه می کنم بدونین که حواسم نیست، ولی وقتی لنز دوربین رو نگاه می کنم جای دیگه دارم نگاه می کنم، بدونین عمیق دارم گوش میدم، عمیق دارم درکش می کنم چیزی که داری میگیم. این گفتم بذار تریک بهتون یاد بدم. آره نه من کاملا داشتم عمیق گوش میدادمش و بله دقیقا کاملا زیبا بود، خیلی زیبا بود. و این البته این روح جمعی خیلی مثبت کلاس داره میرسونه که اینقدر آگاهی براتون میاد و اینقدر اشتیاق هست، اینقدر شور اشتیاق هست، این خیلی خوبه. به خاطر اینکه حتی 10% این شور و اشتیاق تو زندگی روزمرتون تاثیر بذاره، اصلا زندگیتون عوض میشه. اولا اینکه ما بعد از آقای طاهری خیلی ممنون و سپاسگزار باشیم بابت این آگاهی که براشون اومد و بعد به دست ماها رسید، داریم دست به دست میدیم میره. خب و این مکتب خدا محور، خدا محور، خدا محور، حالا یک زمانی آقای طاهری نمیبینیم دستشون از بقیه درازتر بود، بلندتر بود، تونستن آگاهی ها رو بگیرن، منظور اشتیاق بیشتری داشتن و این آگاهی ها رو خیلی سخاوتمندانه اهدا کردم به همه.
و همه هم ازش استفاده کردن و همه هم دارن استفاده میکنن و ما هیچ کدوم تعلق این آگاهی تعلق خاطر به هیچ کسی نداره. مثل این میمونه که مثلا فرمولیه یک دانشمندی کشف کرده، میگم مثلا فرمول فلان دانشمنده اسمش مشخصه ولی اون فرموله اسم داره دیگه. مثلا نمیان بگم فرمول نیوتن چی بود، نمیگن دیگه، میگم بحث جاذبه زمین، بحث نیرو. ولی همیشه هم ما از نیوتن تشکر کردیم که این مفهوم نیرو رو و جاذبه رو برای ما باز کرد و ما فهمیدیم و همیشه هم از آقای طاهری سپاسگزاریم و تشکر میکنیم که این آگاهی نابی که براشون اومد و خیلی با سخاوت به همه دادن. حالا شاید ببینی شما، من در روزهای لایو میذارم با یه سری از دوستان صحبت میکنم، همه این صحبت ها فقط برای انتقاده تا چیزهایی که مسائل زمینی ما با آسمانی هیچ حرفی نداره. من هیچ ادعایی تو مسائل آسمانی ندارم، هیچ وقتم نداشتم، تو هیچ وقتم در حد آقای طاهری در حد شاید یک دهمش هم تو مسائل آسمانی نباشه و نیستم. ولی خب چیزایی که تو زمین میبینیم، مسائل زمینی، میتونیم همدیگر رو انتقاد کنیم، میتونیم چیزایی که میبینیم به چشممون زشت میاد میتونیم بگیم، به چشممون زیبا میاد اونم میتونیم بگیم و فقط بحث انتقاده نیست، همیشه بحث تشکر هست. خیلی وقتا این بحث تشکر سپاسگزاری عملی اتفاق میفته، یعنی کلامی نیست. شما با یک عملی یا برای اون طرف یا تو زندگی سعی میکنید با اون عمل کردتون جبران کنید و بعضی وقتا دیگه میبینین نمیتونین دیگه، ته تهش اینه که کلامی من سپاسگزار باشم. و تمام این برکت این کلاس ها از وجود آگاهیایی که برای آقای طاهری در دهه 80 اومده بود و آگاهی زیبا و نابی که برای آقای طاهری اومده بود و این تمام این برکت به وجود خودشون برمیگرده و ما هم ازشون کاملا سپاسگزاریم که در دهه 80 همچین آگاهی نابی رو در اختیار همه گذاشته. و 10% این شروع اشتیاقی هم که سر کلاس هست اگر تو زندگیتون برگرده در روز، زندگیتون واقعا متحول میشه. و من همیشه خودم خب مدت ها بود درس نداده بودم دیگه، از آموزشگاه لندن به اینور دیگه یه مدت گذاشتم کنار، وقت نداشتم. حالا هنوزم تازه رو ترم 7 دو دلم، مطمئن نیستم درس بدم یا ندم، هنوز بازم با برنامه زندگیم دارم فکر میکنم. بس بالاخره خیلی چیزا رو آدم باید بسنجه وقتی یه تصمیم داره میگیره. ولی اصولا هر وقت خود من هم درس دادم تو این مدتی که مربی بودم و سال 2019 فکر کنم، خود من تأثیرش رو تو زندگیم دیدم و خودم خیلی اثر مثبت تو زندگیم گذاشت، آرامش که تو زندگیم بود و بیشترین برکتی که گرفتم این بود تا حالا مسائل زمینی. و همیشه هم این آلارم بغل گوش من بود، یعنی حتی بیرون تو جامعه وقتی میرفتم یک نفر مثلا حالا حرفی من میزد ناراحت میشدم، توهینی میکرد، پشت من حرف میزد، من میفهمیدم، برای من ویدیوشو میفرستادن، صداشو میفرستادن، دقیقا تو دوران کلاسا یه جور دیگه به این قضیه نگاه میکردم تا اینکه دوران کلاسا، یعنی خودم هم این حال و هوا رو خود منم تاثیر میذاشت. یعنی مثلا حتی شاید تو حال و هوای کلاسا نبودم، خب انسان دیگه اشتباه میکنه دیگه، قرار نیست که همه پرفکت باشن که. من با همین چیزی که هستم اسمم شده شهاب، آقای طاهری با اون چیزی که هست اسمش شده محمد طاهری، محمد علی طاهری، و برادرشون شده کمال طاهری. و هر شخصی هم اخلاق و سکنات خودشو داره. ولی اصولا تو دوران کلاس ها من این تأثیر رو خیلی بیشتر تو زندگی خودم میدیدم و امیدوارم که تو زندگی همتون جاری بشه همین شروع اشتیاق و این روح جمعی مثبتی که سر کلاس جاری شده و برقرار هست. از همتون تشکر میکنم، خسته نباشید بهتون میگم و خدا همتون رو به خدای بزرگ بینام میسپارم. شب و روز خوبی رو داشته باشین، خسته نباشید.
سپاس خیلی ممنون استاد. ممنون متشکرم. ممنون. طلب خیر. خواهش می‌کنم. طلب طلب خیر. شب و روز خوبی داشته باشید. بسیار سپاس. خیلی ممنون. شکرش. طلب خیر. ایشالله که ترم هفت در خدمتتون باشیم استاد. مرسی. ممنونم. لطف دارید. ممنونم. مرسی. طلب ممنون استاد مهرنامی. زحمت کشیدید. خواهش می‌کنم. طلب خیر برای همتون. شب و روز خوبی داشته باشید. ممنون استاد. خواهش میکنم. شب و روز خوبی داشته باشید.